بسا مارشال دوستم جنبش و منبشی وجود ندارد. به نام خداوند بخشاینده و مهربان، باز هم خوش آمدید به یکی دیگر از ویدیوهای کانال دیلی پرس. تقاضا می نماییم تا آخر این ویدیو با ما بوده و کانال ما را سابسکرایب نمایید تا از جدیدترین ویدیوهای روزانه ما با خبر شوید. و نقل از صفحه رسمی گزارشنامه افغانستان، بسا مارشال دوستم جنبش و منبشی وجود ندارد. شایعات منتشر است، همدی یا غیر همدی، در مورد حیات و ممات مارشال دوستم. اگر با توجه به کدام رویداد ناگوار راست باشند، به هیچ صورت کار آمد شرایط پیچیده جنگی و خصوص در شمال کشور نیستند. اما خدمت آن برای غنی و کرزی و عبدالله با وظایف جدید که از خسر سفید گرفته اند. امریکا به خوبی می داند که اقدام تهاجم به افغانستان اشتباه بوده است. پلان نسنجیده ای که امریکا و متحدانش سرافگنده به نطقه 02/2021 آورد، آنان می دانند که مرد میدان رزم و صلح افغانستان دوستم و غرقاب پلان های پاکستان و امریکا و ایران، هند، روسیه برای طالب پیروی فقط شمال و خیزش های مردمی هست و اهرم اساسی این استادی فقط و فقط دوستان. تا روشن شدن چند و چونی مسمومیت و یا ترور بیولوژیکی دوستان هنوز وقت هست تا چیزی پیش داوری کنید. اما نقش خادمان قصر سفید در ارض افغانستان و 30 افغانی که معلوم الحال اند برای از میان برداشتن فیزیکی یا قسمی دوستم در شمال از حرمن الشمس هست و پنهانی نیست. بعضی جانشینی دوستم گروه در هم پیچیده اما بی‌معنا و بی‌فایده هست. تجاربی که من در طی 4 دهه و اندوی از روابط دوستانه با دوستان دارم، کسی به هیچ صورت نبوغ فکری و سازماندهی دوستم را ندارد، حتی فرزندان او. دوستم هرگز در پی انحصار نبوده و نیست. او درک دارد که ریشه های روابط مردمیش شهر به شهر و استان به استان، دهکده به دهکده و روستا به روستا و خانه به خانه و قلب به قلب. ترک تباران و ازبک تباران حتی در بین مردمان غیر بومی شمال از هر تبار دیگری ریشه تنیده و نهادی نشده است. نقش دوستم در بیدارسازی توطئه های میلیونی و سالها محروم ترک تباران و ازبکان کشور، دست ماندن نقش آفتاب برای زدودن و هجوم لشکر سیاه شب است. جنبش ملی اسلامی افغانستان با وجود آن که کنگره افتتاح شده آن دبلور و نماد کامل ملی داشت و حس تعلق و تحسب و صورت قد در وجود دوستم کشته شده بود، اما هرگز نتوانستن فراگیری ملی بسا کنگره را داشته باشد. خدمات دوستم در شرایط سنگین ناچاری مهاجران کابل، بازمانده های حزب وطن، بازمانده های قوای مسلح و فرهنگیان و عوام ملت و سا سقوط نظام تحت حاکمیت حزب دموکراتیک خلق افغانستان که خودش هم عضو آن بود فراموش ناشدنی هست و قابل تحسین. هر کسی و هر شخص
دیگری از هر تواری که با چنان اقتدار روی کار می آمد از مردم به چنان پیمانه وسیع حمایت مالی و مکانی و امنیتی نمی کرد. اواخر سال 1372 من روزی در قلن نزدشان نشسته بودم که اطلاع دادن استاد عثمان خان فرمانده مکتب عربی زمان سلطنت را خدمتشان آورده اند. در صفحه کلان دفتر نشسته بودیم که از جایشان بلند شد و چند قدم به استقبال استاد رفتند. شنیده بودیم ما استاد بزرگ علی الرقم ممانعت های رژیم پوستی ستم شاهی و سلطنتی تعداد زیادی از جوانان شمال کابل و شمال افغانستان را به مکتب عربی جذب کرده بودند. آقای مارشال فقط با شنیدن همان روایت هدایت دادند که یک ارادم موتر والگا، یک باب آپارتمان یا حولی به هر چیزی که استاد خوشحال باشند برای او داده شود و پول مصارف آن را هم خود دوستم مارشال امروز به عهده گرفتند و هدایت دادند اگر کالاهای استاد از کابل قابل انتقال باشد تیاره برایشان پلان شود. در حالی که محترم عثمان خان استاد گرامی آنگاه هیچ کاری نبودند. به همان گونه استاد بسیط مرحوم قادر فرخ استاد سلام سنگی و صدها و هزارها تن دیگر را کمک کردند. تمام آن اقدامات و محبت‌ها را فقط و فقط دوستان دادن می توانست و بس، چون هم توان آن را داشت و هم جرأت آن را و هم خودش روزگار دیده بود. با تشکر که تا آخر این ویدیو با ما همراه بودید. ما منتظر نظریات و پیشنهادات سالم شما دوستان هستیم. جهت حمایت از ویدیوهای روزانه ما کانال یوتیوب ما را سابسکرایب نمایید تا از جدیدترین ویدیوهای روزانه ما با خبر شوید. تا ویدیوهای دیگر الله یار و مددگارتان. اوقات خوش داشته باشید.